سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر مانیفر هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما. و در این مجموعه آموزشی که قرار است از امروز شروع کنیم، قرار است که موزیک ویدیو حمید صفت به نام عجایب شهر رو با هم بسازیم و تکنیک هایی که تو این موزیک ویدیو استفاده شده رو ببینیم چجوری ساخته شده. امیدوارم که به زودی مشکل حمید صفت هم حل بشه و به زندگی عادیش برگرده و شاکیان این ماجرا دلشون به رحم بیاد و این قضیه به زودی حل بشه. خب بریم سراغ آموزش. اول ببینیم که قراره تو این آموزش چی بسازیم. رو بیت سفید عجایب شهر دولفت آزاد شدم، خوشحالم ننه، ایشالله آزادی. خب قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم، من یک نکته که باید بگم این هست که ما زمان کافی برای اینکه بخوایم تمام نکات این موزیک ویدیو رو آموزش بدیم رو نداریم. پس به همین دلیل من تک تک این موزیک ویدیو رو میسازم، طراحی میکنم و در مورد تکنیک هایی که توی این موزیک ویدیو استفاده شده برای شما توضیح میدم تا متوجه بشید به چه شیوهی میتونید اون رو بسازید و ایجادش کنید. خب برای شروع کار که متن ها به صورت گلجی وارد میشن، شما به دو شیوه میتونید عمل کنید. یکی اینکه اگر که بسته موشن پریست رو از سایت تهیه کردید، میتونید یکی از اون پریست ها رو بگیرید به قسمت های از متن بدید تا این حالت گلچی رو برای شما ایجاد کنه. اگر که جزو اون دوستانی هستید که این پکیج رو تهیه نکردید، باید بیاید یک سری از افکت ها رو با هم دیگه ادغام کنید تا بتونید این حالت رو بسازید. مثال ما اینجا افکت چنل بلر، آفست، ترانسفورم، اینورت و نویز HLS رو داریم که ترکیب اینها باعث شده که این حالتی که در متن میبینید رو برای ما ایجاد کنه. بعد از اینکه این افکت ها رو روی متن انداختید، ما اینجا یک سری فوتیج هم نیاز داریم برای اینکه بخوایم این حالت های گلچی رو روی متن یا اطراف متن برای ما ایجاد کنم، مثل این حالتی که اینجا دارید میبینید که من این فوتیج ها رو هم برای شما در کانال تلگرام میذارم که فقط کافی است وارد ابزار پریمیر کنید و اون رو بیارید روی متنتون قرار بدید. هیچ تأثیری هم نمیذاره، فقط یک فایل ویدیویی هست و میتونید به عنوان این حالت گلچی ازش استفاده کنید. پس این تکنیک اولی که برای این متن ها وارد شده، این متن هم که ایجاد شده هم میتونید در ابزار پریمیر و هم در ابزار فتوشاپ طراحیشون کنید. البته میتونید به راحتی در ابزار پریمیر طراحیشون کنید و نیاز نیست سراغ فتوشاپ برید. توی تکنیک بعدی میبینید که ما یک کلمه عجایب شهر داریم که میاد به حالت ماتی وارد میشه و بعد رنگش هم تغییر میکنه، یعنی رنگش در ابتدا نارنجیه اما وقتی که جلو تمرین رنگش سفید میشه و اون حالت گلجی هم با اون افکتی که قبلا معرفی کردیم میتونید بهش بدید ایجادش کنید. اما چجوری میتونیم بیام این حالت ماتی و این حالت نارنجی که به سفید میره رو براش ایجاد کنیم؟ من اومدم به این قسمت از فایل دو تا افکت دادم، یک افکت کامرا بلر برای اینکه این حالت محوی رو درش ایجاد کنم و با دادن کی فریم این حالت رو بهش دادیم که هر چقدر که زمان ویدیو جلو تمرین این از ماتی خارج بشه، و افکت دوم که بهش دادیم افکت تینت هست که در ابتدای کار اومدیم رنگ نارنجی رو بهش دادیم و بعد در ادامه کار اومدیم با یک کی فریم رو تبدیلش کردیم به رنگ سفید که میبینید اینجا هر چقدر جلو تعمیره این رنگ به سفید نزدیکتر میشه، و در ادامه هم اومدیم یک افکت گلیچ بهش دادیم تا بتونیم این حالت رو درش ایجاد کنیم. بعد از اینکه این کارو انجام دادیم، در ادامه میایم و همین حالتی که در ابتدا ایجاد کردیم رو به صورت برعکس روش انجام بدیم تا بتونیم مجدد محوش کنیم و به رنگ نارنجی درش بیاریم و اون رو از صفحه خارج کنیم. برای ادامه کار، تنها کاری که ما انجام دادیم یک فایل ویدیویی داشتیم که در ابتدای کار اومدیم یک مقدار سرعتش رو زیاد کردیم و اگر که روش کلیک راست کنیم و گزینه اسپید دیوریشن رو چک کنیم، می‌بینیم که ما سرعتش رو به 716% افزایش دادیم و بعد از اینکه چند ثانیه از ویدیو رو تیک کرد اون رو به حالت عادی برگردونیم و می‌بینید که به این حالت برای ما پخش میشه. توی قسمت بعدی که اسم حمید صفت هم میاد، دقیقاً همون تکنیکیه در قسمت عجایب شهر استفاده کرده بودیم استفاده می‌کنیم و این رو وارد می‌کنیم و بعد خارجش می‌کنیم. می‌رسیم به این قسمت که ما یک زوم‌های یهویی و به قول بچه‌ها نرم داریم که می‌خوایم ببینیم این زوم‌ها رو چجوری می‌تونیم انجام بدیم. برای اینکه بخواید این زوم‌ها رو انجام بدید، میاد فایل ویدیوتون رو انتخاب می‌کنید، میرید به قسمت افکت‌ها و افکت ترانسفورم رو می‌گیرید و می‌ندازید روی ویدیوتون. بعد از اینکه این کارو انجام دادید، میاد در قسمت اسکیل و میزان اسکیل اون رو با فاصله 1 یا 2 فریم افزایش می‌دید و روی تصویرتون زوم می‌کنید. بعد میای تیک گزینه یوز کامپوزیشن شاتر رو برمی‌دارید و میزان شاتر انگل رو هم می‌ذارید روی 300 تا بتونید این حالت رو درش ایجاد کنید. دلیل این که تیک گزینه یوز کامپوزیشن رو برمی‌داریم و شاتر انگل رو 300 می‌ذاریم به خاطر این است که وقتی که ویدیو به سمت جلو میره، این حالت بلری که در اطراف ویدیو می‌بینید هم برای ما ایجاد بشه. برای اینکه بخواید نتیجه بهتری بگیرید، هم می‌تونید بیاید روی کی فریم اولتون کلیک راست کنید و گزینه ایز اوت رو بزنید و روی کی فریم دومتون کلیک راست کنید و گزینه ایز این رو بزنید تا بتونید حالت بهتری رو توی این قضیه داشته باشید و یک مقدار نرم‌تر برای شما عمل کنه. در تمام قسمت‌های این ویدیو که این زوم‌ها رو می‌بینید، به همین حالت این زوم‌ها رو ایجاد کردم. خب بریم سراغ قسمت بعدی که در اینجا می‌بینید که
چند فریم عکس میان روی تصویر و به این حالت نمایش داده میشن و بعد هم از تصویر خارج میشن. شما برای اینکه بخواید این حالت ها رو ایجاد کنید به چند عکس سیاه و سفید نیاز دارید که این عکس ها رو میتونید از اینترنت دانلودشون کنید، مثل این حالتی که من اینجا آوردم توی نرم افزار وارد کردم و بعد عکس رو میارید روی ویدیوتون قرار میدید و مثال میاد قسمت چشمش رو دقیقاً مطابق با چشم این کاراکتر تنظیم میکنید و بعد میاد ابزار ماسکتون رو انتخاب میکنید و دور این تصویر رو به این حالت ماسکش میکنید و زمانش رو هم چند فریم در نظر میگیرید که به این حالت میتونید ازش استفاده کنید. که من اگر بیام اپاسیتی رو اینجا غیر فعال کنم، شما میتونید عکس کامل این تصویر رو ببینید که به این حالت آوردم و تنظیمش کردم. برای قسمت های بعدی هم دقیقاً همین کارو انجام میدید، مثل این عکس یا عکس بعدی که اینجا من آوردم و لبش رو تنظیم کردم روی لب این کاراکتر و همچنین بعدی که چشم و لبش رو اومدم و یکسان کردم تو این قسمت، که میتونید با آوردن عکستون و ماسک کردن این قسمت ها و مشخص کردن میزان فریمی که میخواد روی تصویر بمونه اون رو تنظیمش کنید و ایجادش کنید. در ادامه میبینید که این تصاویر حذف میشن و پشت سر این کاراکتر یک حالت گلیجی برای من ایجاد میشه، که من تنها کاری که انجام دادم این است که اومدم از لایه ویدیو یک کپی گرفتم، بعد با ابزار ماسکم اومدم دور کاراکتر رو ماسک کردم و اون فایل فوتیج گلیجم رو آوردم و زیرش قرار دادم تا بتونم تو این صحنه به این حالت ازش استفاده کنم که میبینید. حالا میتونم این نتیجه رو در کار خودم داشته باشم. خب بریم سراغ قسمت بعدی که می‌بینید روی تیشرت این شخصی که اینجا ایستاده یک حالت گیلجی برای من ایجاد میشه، که من تنها کاری که انجام دادم این هست که اومدم از ویدیو یک کپی گرفتم و بعد اون رو ماسکش کردم و با کمک ماسک پچ اومدم فریم فریم اون رو جلو بردم و این ماسک رو حرکت دادم تا بتونه اون رو برای من ترک کنه و از حالت این کد خارج نشه و بعد یک فوتیج گیلج آوردم و زیرش قرار دادم و به این حالت شما می‌تونید نتیجه کار رو اینجا ببینیدش. خب بریم سراغ قسمت بعدی که می‌بینید یک نوشته‌ای هست اینجا که من اومدم یک افکت بهش دادم، که اگر برگردیم به موزیک ویدیو حمید صفت و برگردیم عقب‌تر یک مقداری می‌تونیم این تکنیک رو توی این لحظه ببینیمش، که این متنی که روی پیراهن هست می‌بینید به این حالت، حالت گلیجی فقط روی متنش ایجاد میشه. برای اینکه بخواید این حالت رو ایجاد کنید، شما کافی است که بیاید یک اسکرین شات از این صفحه بگیرید و اون رو در نرم افزار فتوشاپ بازش کنید. وقتی که این رو در نرم افزار فتوشاپ باز کردی، حالا کافی است که این متن رو از این عکسی که اینجا دارید جدا کنید و بعد به صورت پی ان جی ذخیره‌اش کنید و بیارید در نرم افزار پریمیر اینجا قرارش بدید و بعد هر افکتی که می‌خواید رو به این قسمت بدید. فقط ممکنه برای اینکه دوربین در حال حرکت هست و ممکنه که جاش عوض یا یکم سایزش بزرگتر شه، در قسمت افکت کنترل مجبور شید که بیاد یک مقداری بهش پوزیشن یا اسکیل بدید تا دقیقاً مطابق با همین تصویر برای شما حرکت کنه و بتونید این حالت رو درش ایجاد کنید. خب بریم سراغ قسمت آخر که می‌بینید به این حالت من اومدم یک افکت به تصویر دادم، که همین رو در موزیک ویدیو حمید صفت هم می‌تونیم ببینیم. می‌بینید که در این قسمت ویدیو تصاویر یک مقداری به هم می‌ریزه و به سمت پایین کشیده میشه. اگر من برگردم به اینجا، می‌بینید که من تقریباً همین حالت رو ایجاد کردم. البته باید از یک اسکریپت استفاده کنیم در نرم افزار افتر افکت برای این کار، که من حالا بعداً بهش می‌رسم و اون رو هم توضیح میدم. اما زمانی که می‌خواید این کار رو در نرم افزار پریمیر انجام بدید، کافی است که یک کپی از لایه ویدیوتون بگیرید، روی سرش قرار بدید، بعد برید اون نواحی که می‌خواید اتفاق روش بیفته رو ماسک کنید، مثل این حالتی که من اومدم و اون رو ماسکش کردم. حالا تنها افکتی که براش استفاده کردم افکت ویو وارپ هست، که اومدم اون رو روش انداختم و میزان ویو هیتش رو اومدم تغییر دادم و همچنین میزان دایرکشنش رو هم تغییر دادم تا به این حالت برای من بچرخه و ایجاد بشه، که حالا میتونید نتیجه کار رو به این حالت ببینید. خب امیدوارم که از جلسه اول آموزش موزیک ویدیو حمید صفت لذت برده باشید و نکات خوبی رو یاد گرفته باشید. من امین ایمانی‌فر هستم. اگر این ویدیو به کارتون میاد ذخیره‌اش کنید، اگر به درد دوستانتون میخوره براشون ارسال کنید. در آموزش‌های بعدی شما رو میبینم.